سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه دوباره شما به برنامه پرتو نور برنامه امروز رو اختصاص دادیم به موضوع تقلید در دین و در این مورد مسائلی که مطرح هست در محیط مذهبی ما مسئله تقلید از مجتهد اعلم یه چیز رایجی هست که قبلا اونطور که رایج بود در سالهای خیلی گذشته قبل از انقلاب معمولا در مسائل فرعی و در مورد چیزهای فقهی سوالاتی مطرح میشد از این مجتهدین ولی در بعد از انقلاب 57 میبینیم که این تبعیت و تقلید بیشتر فرمهای سیاسی گرفته و تبعیت از به اصطلاح رهبر و تبعیت از ولایت مطلقه و اینجور چیزها خیلی رایت شده جایشو به جایشو یعنی اون فریاد وجود داره و این هم جایی برای خودش باز کرده و نگاه میکنیم به رساله هایی که آقایون نوشتن در اون خودش مشخص شده که در اصول دین تقلید نباید کرد و اون رو خودتون باید بهش برسید خب اولا سوال اینجاست که خب یه شیعه چرا باید تقلید کنه و این تفکیک چه صورت هست و این مسائلی که سیاسی که پیش آمده و تقلیدهای سیاسی با این مقدمه فکر کردیم که از آقای بازرگان خواهش کنیم که هرچند که مطلب خیلی گسترده میتونه باشه ولی در وقتی که یک ساعت و کمتر از یک ساعتی که بگنجه سوالاتی رو با ایشون در میون خیلی متشکر آقای بازرگان به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عزیز ارز کنم که مسئله تقلید و یه مقداری حالا کلمه تقلید البته خیر ولی اصولا موضوع تقلید به معنی پیروی از یک کسی چیز بالاتری خب جنبه عمومی داره چیز انسانیه حتی خود مد یه نو تقلید دیگه دیگه خب به هنرمندان، به نم ستاره‌های سینما توجه میکنن به نحوه لباس پوشیدنشون، آرایششون چه مرد چه زن. یه نوع تقلید دیگه، یه الگوهایی پیدا میشه، رول مدل‌هایی پیدا میشه و مردم میخوان خودشونو مثل اونا بکنن. در علمم یه مقداری خب بزرگان علم و دانش هم آدما میخوان مثل اونا بشن، گرایش پیدا میکنن به در حال موقعیت های اونها در عرفانم بالاخره پیر و مراد و مرشد و این حرفها خب یه نوع تقلیده گرچه خب عارفان ما خیلی تاختن به زاهدان و شریعت مداران که تقلید و سرسپردگی و حرفها هست ولی خب در عرفان هم هست دیگه اونا مسلحت خودشون رو بر این میبینن که برحال اون کسانی که میان حالا در حلقه اونها و در محفل و خانقاه اونا دیگه جای دیگه نرن سرس پرده باشن هرچی اونا گفتن همون کارو بکنن دیگه این از بدیهیات برحال تصوف و عرفان و اینا هست مطلقا نمیپذیرن که یک کسی توی محفل اونا بیاد و جای دیگه هم بخواد بره بگه من دارم مطالعه میکنم و نظریات مختلف میگن دیگه خواهش میکنیم دفعه بعد شما تشریف نیارید بنابراین این یک امر عمومی است تو سیاست هم است به خصوص بعد از انقلاب دامنه تقلید به سیاست کشیده شد که مرجعیت فقط این نیست که شما در احکام فقهی شکیات نماز و نمیدونم این حرفا بالاخره باید ببینین که نظر رهبری چیه نظر ولی امرتون ولی فقیه چیه یعنی ابعاد سیاسی هم متاسفانه پیدا کرد یعنی مرجعیت در همه ابعادش وقتی که از حالت انحراف یعنی به حالت انحراف کشیده بشه بعد دیگه ولی یه امر اصولا بشریه که یه نوع راحت طلبیه و استفای از فکر و شخصیت خود و اینکه من باید برم خودم پیدا کنم خودم تقلید بکنم این شعر معروف مولوی است میگه خلق را تقلیدشان برباد داد ای دو لعنت بر این تقلید باد اصولا تقلید یه نوع قلاده یه کسی دیگه چیز دیگه ای رو به گردن گرفتن و دنبال رو و مطیع سرسپرده او شدنه تقلید اگه به این معنا باشه تقلید اگه به معنای پرسیدن فهمیدن و متناسب فهم و درک خود عمل کردن باشه خب این هیچ اشکالی نداره تو همه علوم تو همه رشته هم هست ولی اگه به معنای این که من فکر نمی کنم فقط میخوام به کسی به من بگه چی کار بکنم این دونشن انسان با اختیار و اراده است که خدا بهش داده خیلی متشکر طرف دیگر قضیه رو شما نگاه کنید آقای بازرگان میگن خب شما هر وقت مریض شدی دکتر میرید یا مثلا حکم قضایی داری پلو قاضی میرید یا کار مهندسی داری میری یه مهندس متخصص میگیری خب ما مردم احتیاجات دینی دارن و ما متخصصیم به ما مراجعه کنن یعنی به اصطلاح منطقی رو که عرضه میشه به مردم و خیلی هم این رو میپذیرن خب این اشکالاتش چی هست یعنی دو طرف قضیه احتمالاً اشکالاتی وجود داره که یه همچین بیانی اظهار میشه بله منم بارها این استدلال رو شنیدم ولی خیلی بیپایه است اولا ما کجا از پزشک تقلید میکنیم کجا از یه مهندس تقلید میکنیم ما بالاخره پیشی پزشک میریم اولا نه چند نفر پرسیدیم تجربه کردیم و بعدم میبینیم اگه قرصش دوایی که داد تجویزی کرد مفید و موثر واقع شد این کارو رو میکنیم ولی اگه نه عوض میکنیم تقلید به اون معنا نیست مهندسی هم که نقشه ساختمان رو میخواد بده اظهار نظر میکنیم اینو دوست ندارم میخوام اونجوری باشه این اتاق اون طرف و بزرگش کن کوچیک بکن نمای ساختمان این کارو بکن خب البته بعضی مهندسه ها زیر بار نمیرن ولی خب به هر عوض میکنه مهندسه شو تمام عمرم آدم با کسی نیست <applause> یکی اینکه هرگز از این مثال اولا درست نیست که آدم بگه که خب شما تو وقتی پیش دکتر میرین سوال نمی که چرا این قرص داده چرا اون نداده خب ما متخصص دین هستیم و دیگه از ما هم چرا نداره به این مسئله اینا من تعجب میکنم آگاهی ندارن بنده لازم نیست اصلا بدونم دکتر اون چیزی که به من نفسهایی که داده اسم این قرص چیه عمل کرده این قرص چگونه است این آمپول باید بزنم یا نزنم برای که من نیازی ندارم که بدونم من که فرصت ندارم برم علم پزشکی بخونم هیچ کسی امکانه یا هم چیزایی رو نداره بنابراین اگر دکتر درست تشخیص داده باشه یعنی تشخیصش درست بوده باشه تجویز دارو و درمانش هم درست بوده باشه قاعدتا من با نسخه او خوب میشم فرض بر اینه ولی آیا دین اینجوریه؟ من لازم نیست که اطلاعات فنی داشته باشم مهندس به من بخواد توضیح بده که چرا مثلا این آهن رو اینطوری حساب کردن با این شماره آهن نیازی نیست که درست حساب کرده باشه خب عمل میکنه ولی دین یه امر قلبیه یه امر ارادی درونی انسان یه عشقه یک نوع عبادت انتخاب معبود و معشوقه آخه این که مکانیکی نیست که به فرضی که اون آقا اگه دینش درست بوده باشه به من میگه این کارو بکن من همون نتیجه رو بگیرم <applause> یعنی نسخه پزشکی نیست که هی تخصص رو مطرح میکنن بنده تا نفهمم تا یه تجربه شخصی پیدا نکنم تجربه دینی تجربه عینی یعنی هر کسی خودش باید ملموس بشه براش این تجربه رو خودش پیدا بکنه تا نکنه اصلا کار دینی انجام نداده کار مکانیکی که نیست من مثل ورزش یه دنبلی بخوام بلند بکنم ماهیچه قوی بشه هزار بارم دلار راست رو بشم چیزی من رو به خدا نزدیک نمیکنه اگه نفهمم که چی دارم میگم چه ارتباط قلبی پیدا کردم اصلا این استد... استدلال تخصص که ما هم تخصص داریم و دیگه در مورد ما چون نباید بکنیم از بنیان باطله چنین چیزی وجود نداره اما مسئله مهمتر از این این آقایون متخصص فقهن یعنی آیات الاحکام مثلا چه باید کردای دینی یعنی بود حقوقی دین آیا دین برای فقه آمده؟ یعنی تمام تخصصی که این آقایون پیدا میکنن تو حوزه های علمیه فقه و اصول و این حرف دیگه مگه غیر از اینه ولی دین با فرض اینکه دین اسلام راجع به چیه یه سومش راجع به توحیده خداشناسی آیاتش در آفاق و انفس آیایی همچین همچی درس ها در حوزه های علمیه میبینن خداشناسی در طبیعت خداشناسی در آفاق و انفس انسان آیات خدا در وجود انسان یه سوم قرآن راجع به آخرته اصلا جز درس های کلاسیک درس های سنتی و علمی آخرت شناسی هست اگر دین یه مجموعه ای است که یه جهان بینی داره به انسان میده یه انسان شناسی هست یه بینش میخواد بده تو اون حوزه علمیه ما حالا کاری به شیعه و مسلمان هم اصلا این حرفا اونجا مطرح نیست فقط اینه که ما معمور اجرای دین هستیم شکیات نماز رو باید بگیم تو اگر شراب خوردی مثلا انقدر حکمش هست تنبیه باید بکنیم اگه با حجاب بی همین حرفایی است که آقایون دارن میزنن دیگه حد اکثرش چهار درصد قرآن آیات الاحکامه آیاتی که مربوط به همین احکامه در واقع دین میشه گفت یه کارخونه آدمسازیه اخلاق پرورش اخلاقه شما یه کارخونه حالا هر چیزی برای ساخت یک کالایی تأسیس میکنین هدفتون اینه که این کالا رو عرضه بکنید به جامعه البته کارهای حقوقی هم دارید در نظر پرسونلی و نمیدونم استخدام و مسائل مالی ولی کارخونه که تأسیس نشده برای اینکه مسائل مالیش رو بخواد حل بکنه کارخونه برای محصوله تولیدی میخواد بکنه دینم برای تولیده فرض بر اینه البته دین کتاب پیامبران برای تولید اخلاق اومدن اخلاق باب افعال خلق خلق با خلق امریش است خلق ساختن چیزای مادی خلق معنویه اخلاق با افعال اینی خودسازی اخلاق سازی شناخت آفریدگار جهان و قوانین نظاماتی که در جهان هست اصلا این چه ربطی به تخصص این آقایون داره که بگن شما باید از ما بپرسین خودشون هم تو کتابای رساله همه می که در این کتابه رساله اولش مقدمه می نویسه که تقلید در اصول دین حرامه اصول دین خداشناسی آخرت همه اینا حرامه خب اگه بنده اونو میتونم بشناسم که اصل و اساس اونه چرا فرو نتونم بفهمم فرو هم شما در دلیلی اگه دارید بگید خب منطقی فکر میکنه عمل میکنه و بعدم این اشکال وجود داره در تقلید فرض بر اینه که اسلام یک کتابی داره قرآنی هست وقتی که این آقایون هی رساله بیرون میخوان بدن الان نمیدونم چندین ده یا چندین صد رساله بعد از انقلاب آمده بیرون خب این تکلیف همه مخشوش میشه که چیکار بکنین اگر قرار بر اینه که کتاب هدایت یکی باشه دیگه این همه کتاب که در میاد روی این کار بکن اون کارو نکن اینا چه ربطی به هم داره و بعد تناقضایی که با قرآن داره این آقایون انقدر کیفرهایی برای بدهجابی، بیهجابی، شرابخواری، ارتداد، نمیدونم الهاد انواع اینا گذاشتن اصلا چنین چیزایی تو قرآن وجود نداره در قرآن چهار تا کیفر بیشتر نیست که اون چهار تا رابطه ای انسان ها با همه سرقت کیفر قتل یکی هم زنای علنی جلو چشم مردمه یعنی دفاع از افت عمومی که عقل نداره بیاد در مجامع عمومی در این حالت که تازه میگه اگه چهار تا شاهد عادلا پیدا شد مثلا این تنبیه باشه که هر کاری میخواد بکنه در خفا بکنه و خیالش یعنی ارتباطش با خداست و خب دیگه مربوط به آخرت و گناه تو دنیا کیفری نداره یکی هم محاربه یعنی به هم زدن نظم جامعه سرقت مسلحانه چیزایی که امنیت جامعه رو به هم میزنه هرگز در رابطه با خدا کفر و شرک و نفاق و الهاد و ارتداد اینا مطلقا کیفر دنیایی نداره ولی این آقایون انقدر از این چیزها درست کردن کسا ربطی به دین نداره بنابراین این اشکال هم هست که حرفایی که شما میزنید با اصل و اساس و ریشه دین بخشیش متفاوته بنابراین اگه کسی مسلمونه کتاب خدا تکلیفش رو روشن کرده نیازی نیست به این همه حرفای اضافی و به متعددی که آقایون در میارن خیلی آقای بازگان بریم به سرچشمه اصطلاح دین که قرآن هست این بیاناتی رو که شما کردید آیا آیاتی رو شما در خاطر دارید که در رد یا تایید تقلید و تبعیت از مثلا مراجع و مجتهد مجتهد اعلم بکنه بله. ای و یا ممکنه قرآن ساکت مونده در این مورد گفته دیگه عقلتون رو شما خودتون به کار بندازید ببینید چی کار میتونید بکنید بله خیلی جاها هستش از جمله مثلا سوره اسراء سوره 17 هم قرآن بله صریحا میگه آیه فکر کنم 63 66 سوره باید اسرا باشه میگه هرگز از چیزی که برش علم پیدا نکردی تبعیت نکن لا تقفو ما لیس لک به علم تا به علم نرسیدی یعنی تا شناخت پیدا نکردی در قفای چیزی نرو قفا یعنی در پشت چیزی حالا هر اسمی هر ایدئولوژی هر شخصی هر مرادی میگه مادامی که علم پیدا نکردی هیچ چی رو دنبال نکن یعنی اصل علم بنابراین در تقلید هم اگه علم حاصل بشه اشکال نداره آدم میپرسد یک کسی پاسخشو میده و میگه خیلی خوب حالا منطقیه پذیرفتن ولی اگه علم حاصل نشده باشه تقریبا حرامه اون که تو قرآن میگه میگه هرگز چیزی رو که علم نداری دنبال نکن چرا برای اینکه ان اول بصر اول فؤاد. این ابزار شناخت تو یکی گوش که میتونی اقوال رو بشنوی چشم که میتونی ببینی و فعادت نیروهای درونیت یعنی مغزت یا قلبت اینا پیش خدا مسئولن یعنی پاسخگون میگه ما این ابزار شناخت رو به تو دادیم که بخونی که بشنوی که خودت تجزیه تحلیل بکنی در وجودت چرا رفتی که سر کسی شدی قلاده کسی رو به گردن انداختی اصلا در این قرآن میگه ان شر دوابه اندلا بدترین جنبندگان خدا جنبنده تا میگه کسانی هستند که اینا چشم و گوش و عقلشون رو به کار نمیبرن اصلا میگه جنبندن اینا یعنی به عالم جنبندگان حیوانات نزول کردن یعنی اصل انسانیت به اندیشیدن به فکر کردن اتفاقا در سوره فرقان سوره فرقان آیات بکنم 65 -6 به بعد راج به عباد و رحمان داره اونا که واقعا بنده خدای رحمان هستن ده تا ویژگی از اونا رو ارائه داده قرآن میگه که بندگان رحمان و عباد و رحمان کی هستن ازا مر رو به آیتن وقتی به آیات خدا برخورد میکنن لم یخ رو علیه ها سمن و امیانن کر و کور برخورد نمیکنن یعنی خدا میگه من دوست ندارم که بندگان من چشم و گوش بسته مقلد بار دنبال من بیان میگه ویژگی بی کسانی که بنده رحمانیت خدا شدن در وجودشون رحمت هست دنبال شناختن سه سه کر, و کر با آیات من برخورد نمیکنن میخوان بشناسن بفهمن حالا توی فرصت این برنامه نمیگنجه ولی قلب قرآن روح قرآن و پیام قرآن مخالف اینجور برخورد تقلیدی و سرسپردگی نسبت به یک سلسله مقامات دینی است اونچه که قرآن ارائه میکنه این که من به تو این ابزار درک و فهم دادم ببینی بشنوی بخونی و فکر کنی و اون چیزی که انسان رو میسازه این به صلاح چیزهایی است که تو ذهنش داره میگذره تو قلبش انتخابی است که خودش میکنه فقط یک کار مکانیکی دلار راست شدن و یک سلسله کار تشریفاتی نیست اون چه میگذره در نفس انسانه در قلب و روحشه درست خیلی متشکر آقای بازرگان خب پس با توجه دید شما این هست که سرس، سرسپردگی از تقلید رو قرآن محکوم میکنه بله حالا بیایم این طرف رسول خدا رو در نظر بگیریم بله کتاب آ... و سنت مثلا بله سنت رو در نظر بگیریم آیا تقلید از سنت به چه صورت است و یا آیا در زمان حضرت رسول به چه صورت بوده آیا مسئله تقلید اونطور که الان ما میشناسیم در زمان رس... حضرت رسول هم مردم تقلید از حضرت رسول میکردن یا نه حضرت رسول میگه آقا این پیام اینه برو خودت ببین چه, چه خبره بله اولا در زمان رسول که تقلید کسی نبوده مردم میپرسیدن این شما که میگی این, این کارو بکنیم این دستور خداست وحی نه خب چون و چرا میکردن میپرسیدن نسبت به اونچه که جنبه وحی و رسالت داشته البته خب اطاعت میکردن ولی تو قرآن صریحا این آیم هستش که میگه که صد و هشت بله آیه 108 سوره یوسف بله میگه که پیامبر به مردم بگو قل حاضهی سبیلی راه من اینه منطق من شیوه من راه تبلیغ من اینه اد او الله علا بسیرتن من مردم رو بسیرت دعوت میکنم دعوت من اینه که چشمای خردتون رو باز بکنید اد او الله من به سوی خدا دعوت میکنم علا بصیرت شیوه من تقویت بصیرت شماست انا و من تبعنی هم من و هم هر کسی که پیرو منه باید بر اساس بصیرت بصیرت معناش شنی چی؟ یعنی چشم و گوشت خودت باز کن بخون ببین به بینایی برس نمیگه شیوه من اینه که یک سلسله اصولی بگم بگیم بیا مردم این کارا رو بکنیم یعنی اگه قرار بود مردم مقلدبار سرسپرده عمل بکنن خب باید از او عمل میکردن ولی وقتی که خدا میگه که تو این رو اعلام بکن که من راهم بر بصیرته هم من و هم کسی که پیرو به منه باید این راهو پیش ببره خب اینگه سریعا داره نشون میده که راه راه بصیرته نه راه سرسپردگی بیچون و چراب اتفاقا در جای دیگه هم سوره انبیا آیه شدم نمیاد میگه که ما هیچ پیامبری نفرستادیم هیچ رسولی نفرستادیم که انتظار داشته باشند که مردم دنبال رو و در واقع سرسپرده اینا باشن هیچ پیامبری چنین انتظار نداشته و هیچ این حرف نزده که کونو عبادن لی من دون الله میگه هیچ پیامبری نگفته که دم... عبد و عبید و سر سرسپرده من باشید دنبال الله باشید میگه حرف پیامبران این بوده کونو ربانیین به ما کنتم تو الکتاب و به ما کنتم تدرسون همه پیامبران و مردم به پیروانشون میگفتن خودتون ربانی بشین یعنی اهل رب یعنی دست پیروانو به قول معروف تو دست خدا میذاشتن خودشونو میکشیدن کنار چگونه؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب از طریق این کتابی که دارین تعلیم میگیرید و به ما کنتم تدرسون اون تدریسی که میشین درسی که میخونید این سریع آیه قرآنه که با تعلیم و تدریس بندگان باید دنبالی حقایقی برن نه با تقلید تعلیم تدریس نه تقلید این اینا سریع آیه قرآنه نس قرآنه که هیچ پیامبری حق نداشته و نگفته به مردم که تقلید از من بکنید خودتون ربانی بشید خودتون اهل این ارزش ها بشین با رب خودتون ارباب خودتون ارباب عالم جهان هستی ارتباط پیدا کنید با همین تعلیمات و همین درسی که میخونید درس دین بنابراین نه در قرآن و نه در سنت پیامبر این نوع تقلیدی که جا افتاده و تبلیغ میشه تو جامعه ما اصلا نبوده من نمیخوام نقش روحانیت و اونایی آه. که به حال درسی خوندن نفی بکنم میخوام بگم برخورد مقلد مقلدانه ای که هست دو جامعه ما از اشکال داره و نه یه درست. کسی مطالعه کرده دانشی داره مردم ازش میپرسن استفاده میکنن احترام بهش میذارن و اونم به مردم باید استدلال بکنه دلیلش بیاره نه اینکه بگه من نظرم اینه این کارو بکنید این کار محکومه نه باید. اصولا رابطه عالم و به صلاح معلم شاگرد خب پس میبینیم که قرآن و سنت رسول به صورت مثبت اگر نگاهش بکنیم داره مردم توصیه میکند که ای مردم تقلید نکنید به زبان ساده درست حالا اجهت منفیش در نظر بگیریم آیا چه سنت چه قرآن میاد بگه که تقلید کردن بده یه موقع هست بله. میگه نکنید یه بله. موقع هم از اون طرف میاد میگه که اگه بکنید این عوارض رو خواهد داشت بله حالا این کلمات شاید نشه دوباره رفت ولی بله. آیاتی هست که از جهات مقابل مسئله رو, رو, رو مطرح میکنه. میکنه. که تو سوره تقان احزاب هستش که البته به گونه ای که مثلا قابل فهم ما باشه مسئله رو مطرح میکنه میگه یه عده ای در آینده در آخرت سرنوشت دوزخی پیدا میکنن و خیلی براشون هم عجیبه انتظار داشتن که اینا خیلی در مقامات متعالی بهشت باشن و خیلی براشون شگفت زدگی میاره میگن ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا پروردگار ما که دنبال ساداتمون بودیم یعنی بزرگان مثلا دینی و کبرا اینا کبیرها اونایی که مثلا به قول معروف میگن که ما که به حال مستعظف آدم پایینی بودیم ما پیروی کردیم ما مقلد بودیم یا بزرگانی بودن ساداتی بودن کبرایی بودن ما که کار بدی نکردیم ما عوام بودیم ما پیروی به صلاح اون صاحب نظران بودیم انا اتعنا اطاعت کردیم سادتنا و کبرانا فعزلون سبیلا اونا ما رو را از راه گمراه کردن اونا ما رو به زلالت و گمراهی انداختند ما چه تقصیری داریم؟ ببینید این استدلال امروز هم میشه امروز هم میگن که ما که خب این درس رو نخوندیم ما که اطلاعاتی نداریم ما حالا از یک کسانی که اسمش حالا مرجع میذارن ما تقلید میکنیم پیروی میکنیم به حساب اونا به ما چه؟ ما پیش خدا میگیم که ما آمی بودیم اونا ما رو تو این راه انداختن ما با حسن نیت دنبال اونا رفتیم اگه راه اشتباه بوده به گردن اونا به ما چه مخصوصا این آیه تو قرآن اومده که چنین تصوری از بن باطله هرگز چنین نیست و مخصوصا میگه ببینید در آینده کسانی این چنین خواهند بود سرنوشت دوزخی پیدا میکنن و استدلالشون هم اینه که ما آمی بودیم ما که چشم گوشمون بسته بود ما دنبال اینا رفتیم بعد میگه که اونا دعا میکنن ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولن هم لعنن کبیرا خدای اینا رو چندین برابر عذاب کن اینا رو لعنت بکن از رحمت دور بکن که باعث بدبختی ما شدن. ما به تصور این که اینا راه دین میرفتن راه خدا میرفتن از اینا پیروی کردیم اینا ما رو فریب دادن مخصوصا این نکات اومده که امروز هشدار بده به مردم که این حرف به قول معروف مسموع نیست این حرف قابل قبول نیست من به عقل دادم فهم دادم چشم و گوش دادم بری ببینی بفهمی مطالعه کنی راه تو خودت انتخاب کنی کی گفت دنبال هر کسی بری کی گفت که پیرو به کسان دیگه باشی بنابراین از این نوع مزامین دیگه یکی دوتا نیست ده ها بار تو قرآن نفی کرده پیروی از سنت های آبا و اجداد و که هرگز چنین چیزی منطقی نیست که اینا به ما گفتن دستگاه دینیمون گفتن نمیدونم روحانیتمون گفته اینا با. مطلقا جایگاهی در شک. قرآن نداره درست. شما اشاره کردید یعنی واقعا مسئله این نیست که بگیم این گروهی که به اصطلاح طلبه به عنوان طلبه خطاب میشن و حوزه های علمیه میرن اینا خب قسمتی از جامعه هستن اینا بله. درست بر حال رفتن که یه چیزی یاد بگیرن و فکر میکنن تعدادشون میتونن خدمت بکنن ولی خب تقلید حالا بکشیم کنار از این گروه درست؟ بله، بله. چه چیز مثبتی رو این گروه میتونه حالا انجام بده در ارتباط با نیازهای مردم ببینید اون چیزی که در قرآن مطرح میشه به مردم میگه فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون اگه علم ندارید از اونایی که علم دارن بیدارن بپرسید پس این اصل اشکالی نداره در همه چی هست در فیزیکه در شیمیه در همه امور زندگی اگه آدم علم نداره میپرسه در دین هم همینطوره پس اساسش پرسیدن از کسانی که تحقیق کردن عمری گذاشتن وقت گذاشتن عشق و علاقه داشتن نه تنها اشکالی نداره بلکه واجب همه مردم باید بپرسن دیگه بپرسن نمیگه تقلید کنید میگه بپرسید من در اون مقدمه هم عرض کردم در یه جلسه دیگه هم راجع به این مسئله صحبت میکردیم که ما در تاریخ اسلام نه اجتهاد داشتیم مرجع... مرجعیت نداشتیم و تقلید نداشتیم از دوران صفوی به بعد به وجود آمده یعنی در دوران صفویه بود که این مسئله پیروی از نمیدونم مجتهد و مرجع و عالم دینی داشتیم مردم هم سآلاتی میکردن توضیح دادم در یک جلسه دیگه ای تو این زمینه داشتیم یعنی در واقع شیعه علوی اون چه که اهل اصل قرآن و سنت پیامبر و عمل کرده اهل بیت پیامبر بوده این نوع پیروی بیچون و چرا سرسپردگی ها ندانسته دنبال چیزی رفتن مطلقا نبوده این یعنی رو تمبلیه توده های مردم که میخوان یک کسانی رو پیدا کنن و قلوبی که به خصوص از دوران قاجار صفویه اون اندیشه های آمیز مثلا صوفیه که وقتی وارد شریعت اسلام شد این چیزها رو بزرگ کرده یعنی عملا این چیزها شیعه صفویه شیعه علوی نیست برحال اونایی هم که وارد این لباس میشن خب البته کسانی اون موقع قبل از انقلاب و سربازی فرار میخواستن بکنن بعضی‌ها بالاخره یه سنت خانوادگی بود بعضی‌ها خب بر هر یک اسم و انوانی و نفوذی تو جامعه ولی یه تعداد زیادم هم به قصد قربت و قصد خدمت به مردم وارد این لباس و خدمت میشدن که به راه خدا رو راه حق رو برن نمیشه انکار کرد مثل همه سنفا همه اونا که دنبال پزشکی میرن که نمیخوان به مردم خدمت کنن یه شغل یه درامده همه اونا که مهندس میشن قاضی میشن همه مشاغل هر شغلی رو بگیم چند درصد واقعا وجودشون رو وقف کردن اینا هم که بالاخره درس دین میخونن مثل بقیه مردم هن دیگه یه جامعه یه فرهنگیم بنابراین آدم های خیلی خوب و خیلی بدم توشون هست نمیشه گفت که همه دیگر که اون لباس رو پوشید دیگه همه چیش پاکه نمیشه گفت که نه همه خیانتکار و چپاولگر و نمیدونم خرافی هستن مثل همه مشاغل یه دید حال منصفانه راج به اینا باید داشت ولی بحث ما راجع به اون طبقه نیست فعلا اینه که این نوع تلقی که ای داره تبلیغ میشه که حتما ما باید کسی رو پیدا کنیم هرچی اون گفت بکنیم این میخوام ارز کنم که ربطی به اصل اس و اساس دین نداره وا. یک حرف مندرآوردی مربوط به به حال دستگاه رسمی دینداری جامعه ماست. خیلی مچک حتی این مسئله آخر نه تنها به اون اصول فقهی دین هست در ابتدا گفتیم یه مقدار بستگی به طبعیت و به اصطلاح تقلید های سیاسی هم میشه بله دیگه یعنی دیگر. همه اونا رو شامل میشه دیگه درسته بله حالا مواردی از آقای بازرگان که ممکنه یا قرآن ساکت یا در موردش خیلی صحبت نکرده بله و این ممکنه مورد سوال یه سری از به اصطلاح مسلمینی که دنبال دوست دارن دنبال به اصطلاح این گروه برن خب اونجا من برداشتم این که و سوال میکنن دیگه میخوام ببینم نکته دیگری اگه قرآن چیزی نگفته اه، اه، تکلیف چیه برای اون انسان هایی که خب ممکنه خیلی هم دنبال رفتن قرآن خوندن هم نباشن بله توی برنامه هم این مطلب رو بنده ده 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 عرض کردم که چون حالا بحث ما چون سوال راجع به تقلید و مرجعیت این بحث های دینیه من ناگذیر پاسخ مجبورم پاسخ های درون دینی برد. بدم برد. و عذر میخوام از بینندگانی که شاید به حال هم شریعت های مختلف پایبند باشن یا نباشن ولی من به ناچار چون برخوردم به برخورد درون دینی با مسئله تقلید این رو عرض میکنم در خود قرآن آیاتی آمده که یه یعنی نیازی به اون چیزی که بیرون از این کتاب جهت هدایت نیست میگه ما فرتنا فل کتاب من شیئن ما در این کتاب هر چیزی که لازمه هدایت شما بود نه مسائل فیزیک و شیمی و زندگی و اقتصاد و جنگ و غیره یعنی مسائل خداشناسی و آخرت و اخلاق و اینا میگه چیزی نمونده که نگفته باشیم یعنی هر چی شما لازم داشتین از هر چیزی که در ارتباط به هدایت گفتیم ما فرتنا فل کتاب من شیئن کوچکترین چیزی رو کوتاهی نکردیم یا میگه فیه تبیان کل شیء همه اون چی که لازم داشتین ما گفتیم بر هدایت باز عرض میکنم بنابراین اگه یک کسی مسلمون باور به این کتاب داره به قرآن به صورت بسیار روشن و در جاهای مختلف قرآن گفته همینه در واقع اون چیزی که برای شما لازم بوده آمده یعنی دیگه کسی لازم نیست چیزی بهش اضافه بکنه از مسلمان ها اتفاقا پیغمبر خدا نمیده چیزی اضافه بکنه نقش پیامبر با قرآن مثل نقش معلم با کتابه معلم مجاز نیست چیزی اضافه بکنه این کتابی که تهیه شده در یه مرکزی کتاب من مدارس و دانشگاه رو میگم یه ده کارشناس نشستن نوشتن که در این رده سنی مثلا ریاضیات این مسئله بگن دیگه معلم حق نداره از خودش چیزی کم بکنه اضافه کنه ولی معلم میاد آموزش میده حالا آنچه که مربوط به هدایت حال پیامبران گفتن پیامبر با عمل خودش با توضیح خودش کتابو داره تبیین میکنه چیزی که اضافه نمیکنه چون کتاب فرض بر اینه که کامل بوده ناقص نبوده که کسی دیگه بیاد اضافه بکنه حالا این آقایون چیزایی دارن هی اضافه میکنن اتفاقا یک خطبه ایست از حضرت علی این از محروف حکمت های معروف 105 نهج و براه هست می ان الله افترز علیکم فرائزه خدای فرائزی بر شما واجب کرده فلا توضعی اوها زایه نکنید نادیده نگیرید پس یه سری چیزایی است که خدا گفته خوبه دروغ نگین مثلا به پدر و مادرتون احسان بکنید این کارو کنید این کارا رو بکنید و حد لکم حدودن یه حدودی مرزهایی را هم مشخص کرده فلا تعتدوا از اون مرزام تجاوز نکنید این ناموس تو از این به بعد ناموس مردمه تجاوز به اونا نکن چشم پرونی نکن این مال تو اون مال مردمه یه سری چیزام اینطوریه و نها من اشیاء یه چیزایی هم نه کرده فلا تن این پرده ها رو ندارین پاره نکنید بعد میگه که و سکت لکن من اشیاء یه جاهایی هم خدا ساکت شده ولم یده ها نسیانن یده ها نسیانن خدا دوچار فراموشی نشده که یه جایی رو یادش رفته باشه بگه به شما فلا تتکلفوها خودتون رو به سختی نندازین یعنی میخواد بگه اون چی که گفته شده همین است که تو کتاب هست براتون گفته شده دیگه خدا نه یادش رفته نه چیزی رو کم و کس گذاشته حالا باید پرسید که آخه شما چی کاره این که ای به این اضافه میکنی میگه یه جایی رو خدا منطقه الفراغ آزاد گذاشته که هر کسی متناسب با موقعیت خودش ببینه که چیکار باید بکنه چرا یه عده‌ای میخوان بیان شریعت سهله و سمحه رو آسون و ساده رو هی بپیچونه هی hey, یه چیزایی رو بهش اضافه کنن برای که پس وجود ما لازمه ما باید باشیم ما اگه نباشیم مردم تکلیف این همه احکام و رساله های نه کجا بدونن هیچی خود مردم میدونن چی کار کنن بذار با عقل و تشخیص خودشون با هم مشورت کنن بپرسن چه ضرورت داره که شما بیان به مردم بگین چی کار کنین شما میخوان نواقص قرآن رو تکمیل کنین برای خودتون حالا اینو به تفصیل اتفاقا در نهج البلاغه حضرت علی این رو توضیح داده به شدت نهی کرده میگه آیا شما فکر میکنید که خدا یک کتاب ناقصی نازل کرده یا نه اگر فکر میکنید اون چی که خدا به پیامبر وحی کرده کامل بوده پس معتقدید که اون کامل رو پیامبر ناقص منتقل کرده به شما یا اگرم باورتون بر اینی که خدا کامل فرستاده و پیامبرم کامل به شما ابلاغ کرده پس حالا شما یه چیزی که کامله میخواید چیکارش بکنید برای چی هی دارین نظریات مختلف میدید یعنی اینا میخوام بگم که این حرفهایی که امروز مطرح میکنن پنبه این کارا توسط اهل بیت خود پیامبر اسلام زده شده خود اینا منکر این حرفایی که امروز دارن این آقایون ادعا میکنن هستن اونا اصلا قبول نداشتن که یه چیزایی بیان اضافه بشه خودشون هم چیزایی رو اضافه نکردن بیش از اون که در کتاب هست بنابراین اینا همه زحمت های زائدی است که دی به خودشون میدن یه علومی رو هم درست کردن مشغول کردن مردم با یک سلسله چیزایی به نام دین خدا که اینا هیچ کدوم پایه دین نداره اگه لازم بود خدا این رو میگفت و به حال خودشون هم به زحمت دادن مردم هم به درد سر انداختن که مشکل کردن دیگه پیچیده کردن که هر کسی باید کتابای اونا رو بخونه تا بفهمه چگونه دینداری بکنه معناش اینه که اون کتاب نبود دینداری بقیه هم ناقص بود دیگه درست پس توصیه شما آقای بازرگان به نظر میاد این است که بجای اینکه مرتب شخص برای پاسخ به سوالات خودش به مرجع تقلید رجوع کنه اول یه مشقش رو انجام بده هوموارکش رو قول معروف انجام بده یه مقدار خودش حول و مسئله فکر بکنه اگه دید هنوز پاسخ به سوالات کامل نشده از نظر خودش خب میتونه چند نفر دیگر رو بفهمه این یک به نظر میاد این یه روح اون پرسش روح تحقیق و پژوهش و اینها رو تو این زمینه در جامعه ایجاد میکنه که منجر به رشد میشه و به اصطلاح اون مرجع تقلید هم جای خودش رو پیدا خواهد کرد در این جامعه که چه کاری انجام بده که مفید برای جامعه باشه درسته بله توان یه آیه هم از خیلی بهش استناد میکنن میگن جنبه توصیه قرآن با آزاد فکریه میگه فبشر عباد پیامبر به اون بندگان من بشارت بده آفرین بگو الذین یستمعون القول گفتار رو میشنوند فیتبعون احسنه از بهترینش میرن تبعیت میکنن میگه اولائک الذین هداهم الله اینا هستن که خدا هدایتشون کرده اولائک هم هم اول الالباب. اینا صاحبان خرد هستن و در مقدمش میگه که اگه قرار باشه که قول شنیده نشه امکان انتخاب در واقع اصلح نباشه تاغوت به وجود میاد این آیه مقدمش میگه که الذین یجتنبون الطاغوت ان یعبدوها قرآن داره تجلیل میکنه از کسانی که اجتناب میکنن از طبعیت از اینایی که برای خودشون تاغوت میشن یه قطبی میشن یه ولایت های مطلقه پیدا میکنن به هر شکلی و با هر لباسی و انابو الله برمیگردن به سوی الله خالق خودشون آفریدگار خودشون به جای اینکه شخصیت پرست باشن دنبال آراء اشخاص برن میگه لهم البش را بشارت باد بر اینها که دنبال کلام حقن و اندیشه میکنن بنابراین این توصیه ها دیگه خیلی فراوان شده که روح کتاب روح قرآن اگر در واقع مراجعه بکنیم اون تو اه کاملا جامعه رو میگه که آزادید فکر کنید تبادل نظر بکنید بپرسید میخواد این کنجکاوی جستجوگری در واقع این دنبال حقیقت رفتن تعاطی افکار رو تبادل نظرها رو در واقع دامن میخواد بزنه که تو اونجا جهات برید نه اینکه ببندید فقط در یک کانال محدودی فقط از یه نفر بخواین بشنوید متشکر های خب پس اگر قرآن یک همچین به اصطلاح را واقعا عرضه میکنه ببینیم اونهایی که پرچمداره به اصطلاح این دین بودن به اصطلاح دینی که از ابراهیم شروع شده ببینیم قرآن معرفی کرده که این انسان این انبیا و این اولیای خداوند اینها این, این کارا رو میکردن یعنی اینها نمیمدن بگن آقا بیا هرچی من میگم تو تبعیت کن درسته اون آزاد فکری رو اینها هم تشویق میکردن و مردم رو به سمت اون هدایت میکردن بله خب از همین ماجراهایی که تو قرآن اومده میشه استفاده کرد در رابطه با همین بحث تقلید ما قرآن میدونید داستان حضرت ابراهیم رو خیلی زیاد آورده 69 بار نام ابراهیم در قرآن اومده البته حضرت موسی نظر تعداد بیش از تعداد کاربرد کلمات ابراهیم 136 بار نام موسی اومده ولی حضرت موسی عمدتا در ارتباط با تجربه تاریخی قومش و نجات بنی اسرائیل و نظام فرعونی اون ماجرا داستان در 25 سوره قرآن اومده ولی ابراهیم و به عنوان الگوی یک انسان کامل یک انسانی که در ابعاد مختلف تونست که به توحید برسه و در واقع انسان برگزیده ی قرآن حضرت ابراهیم که البته برای یهودیا مسیحیان این چنینه در سوره های متعددی هم داستان ابراهیم آمده یک یک در یکی از سوره ها این روحیه استقلال رعی و به صلاح اندیشه مستقل ابراهیم رو نشون میده که حتی در برابر خالق خودش شخصیت خودش رو فراموش نکرده این خیلی ها ابراهیم که خلیل, خلیل الله میگن در خلال قلبش عشق به خدا راه یافته با تمام وجودش تسلیم اونه هنیفا مسلما و ما کان من المشرکین هنیف بار حقیقت یاب و تسلیم مطلق حقیقت به سوی خدا بود یه جایی یه داستانی آورده البته قرآن میدونیم به زبانی که ما بفهمیم اینا رو داره مطرح میکنه قرآن خدا رو انسان بار مطرح میکنه انسان یعنی بالاخره آدم میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد باز... باز... زبان, زبان کودکی باید گشاد باید برای اینکه طرف مقابل بفهمه قصه ابراهیم آورده میگه که ابراهیم از خدا خواست که ابراهیم گفت رب ارنی کیفه توهی موتا خدای تو چگونه مردار زنده میکنی؟ خب بالاخره این سال مطرحی ای که آدم وقتی مرد پوسیده شد خب چطور ممکنه دو مرتبه سر هم بندی بشه؟ میگه ابراهیم هم این سوالو کرد حالا سال کنه این سال جوابایی که ما یعنی در نهادش در فکرش در وجدانش در خلوت خودش این رو مطرح میکرد که واقعا چطور ممکنه که آدم زنده بشه حالا این خدا میگه به ما گفت یعنی با اون نجوای درونیش گفت بعد میگه خدا گفت که اولم تو امن آیا باور نکردی قبول نداری میگه چرا بلا ولاکن تطمئن قلبی دلم میخوام آروم بگیره یعنی خیلی جالبه ها یعنی حضرت ابراهیم هم با خدا درست میخواد بگه من بالاخره خودم عقل به من دادی فکر من باید بفهمم دلم آروم نمیگیره دلم مطمئن نیست که تو چطور مرده آره میخوای زنده کنی خداوندن تو قرآن پاسخش این نیست که به این دیگه پیغمبر ما رو ببین اینم ما رو قبول نداره و نه خیلی استقبال خدا کرده از این شک و تردید او یا جستجوگری حقیقتش اون داستانی که حالا توی مصنوی مولوی هم آمده پرنده ها رو بگیر نمیدونم در چهار نقطه دور بذار شمال و جنوب و شرق و غرب عالم وقتی اینا رو فرا میخوانی ببین میان اینا یعنی همینطوری که تو وقتی یه پرنده هایی رو پس سرحون نعلای کرد با خودت آموخته اینا رو آدم وقتی یه پرنده ای رو تو کنه تربیت میکنه صداش کنه میاد دیگه مثل گربه مثل سگ دیگران ببین با فرمان تو میان منم که جهان آفریدم موجوداتو با اون انرژی و نیرویی که فرا بخوانم خب میان حالا داستانش مفصل نمیخوام واردش بشم عرض من فقط همین بود که چطور ابراهیم هم که یک انسان کامل قرآن معرفی کرده میگه خداوند ابراهیم و آزمود در همه کارها از ابتلا ابراهیم را به به کلمات فتمهون همه رو تمام کرد در همه درسهاش بیست شد میگه حالا تو اینجا جایلو کل ناس امام تو الگو شدی کسی که جلوست ازش به حال تبعیت میکنن و قرآن نشون داده که در برابر خدا هم استفا نداده از عقل خودش عقلی که خدا داده یا در یه جای دیگه قرآن داستان قوم لوط رو مطرح میکنه اونا که به حال اون هم بازی اینا رو میکردن که خب به حال مشمول اون عقوبت های تاریخی شدن میگه ابراهیم خیلی خدا رو سوال پیچ میکنه که مگه خدا اینا بندگان تو نیستن اینا چرا مثلا باید عذاب بشن در قرآن هست میگه خداوند یا ابراهیم انا اعرض ان ابراهیم صرف نظر بکن اینا نتیجه عمل خودشون دامنشون رو گرفته یعنی خدا که با کسی بد نیست در دنیا نظاماتی و قوانینی هست هر کسی هر کاری بکنه به حال به نتیجه کار خودش میرسه بعد میگه ابراهیم لحلیمون اوا عجب این بنده حلیمه عجب آدم احساسیه عجب به خودش مسلطه یعنی هیچ نوع حتی با قوم لوط هم نداره یعنی این که میگه ان ابراهیم و نافی قوم لوت ابراهیم با ما مجادله میکرد درباره قوم لوط این نکته جالبیه یعنی یه پیامبر خدا شخصیت برای خودش داره میگه با ما مجادله میکنه این آیه قرآن حرف من نیست یجادل و نافی قوم قرآن اینو داره تجلیل میکنه به عنوان یه صفت ممتاز ابراهیم که این استفای از هویت خود شخصیت خودش نداده با عقلی که خدا بهش داده با خدام گفتگو میکنه تو که ارحم و راهمینی تو که لطفت آنچنان چیه اینا خب بندگان تو هستن و خدا هم بهش توضیح میده یعنی خدا وظیفه خودش میدونه که به او توضیح بده به بندش خدا خوشش میاد که این رابطه عقلانی رو با بندگانش داشته باشه ما فکر میکنیم از تغفر الله حالا مگه میشه چیزی گفت با خدا خدا که میدونه در دل من چی میگذره اگه من شک و تردید دارم که نمیتونم از خدا بپوشونم من قبل از اینکه خودم بفهمم خدا فهمیده چی تو ذهن من میگذره بنابراین اصولا این شیوه های به مردم رو صغیر و خار و یتیم و اینجوری تصور کردن که شما نیاز دارید به یه سرپرست ما باید ولایت بکنیم بر شما ما به جای شما فکر میکنیم شما مثل گوسفندانی هستین که ما باید راعی و چوپان شما باشیم اینا همش یک نوع نیاز به سروری کردنه به مردم و مردم رو برده پنداشتنه در تعالیم اصیل انبیا قضیه درست برعکس اینه پیامبران هم هرگز چنین شیوهی نداشتن اونها میخواستن مردم رو در واقع که خدا میگه لقد کرم نا بنی آدم من به بنی آدم بنی آدم نه هر مؤمنی اون کسی که آدم شده من بهش وجود دادم بهش اختیار دادم کرم نا کرامت بهش دادم منزلت دادم حالا هر کسی دیگه راه خودش انتخاب میکنه یک کسی که فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر که راه کفر میره که راه ایمان میره بنابراین خدا به صرف اینکه کسی وجود داره بهش حیات رو داده احترام براش قائله و به این عقلی که خودش داده باها میذاره عقل خدا داده پس ما با همون عقلی که خدا داده میتونیم با خدا بگیم خدایا چرا اینطوری شد چرا اونطوری شد همینطور که خداوند توضیح داده به ابراهیم بندگانه دیگه هم در واقع در کتابش توضیح داده میخواد ما مستقل بشیم و به حال سربلندی پیدا بکنیم خیلی متشکر آقای بازرگان بحث بسیار جالبی بود امیدواریم مورد توجه بیننده های عزیزمون قرار گرفته باشه بحثی در ارتباط با تقلید در دین اگر نکته انتهایی هست بفرمایید در غیر این صورت میتونیم خداحافظی بکنیم از بینندگان عزیز بله نمیدونم وقت ب... یک دو دقیقه ممکنه وقت باشه اگر بله برای بله. کسانی که شاید بعدا به ما پیوستن در ابتدای برنامه نبودند اون چیزی که بر حال به خصوص در این سالهای اخیر خیلی مطرح شده مسئله تقلید و سرسپردگی در دین هست پیدا کردن یک بر حال مرجعی که دیگه هرچی او گفت بپذیرند بحث ما این بود که چنین چیزی نه با قرآن سازگاره نه با سنت پیامبر و نه با اهل بیت پیامبر مکرم ما بلکه یه امری است که از دوران عمدتا صفویه و قاجار اینا شروع شده و اصلا معنای تقلید یعنی اون شکل سرسپردگیش بسیار اشکال داره صریحا با بسیاری از آیات قرآن در تناقضه تقلید به اون معنا که بنده فقط از یک کسی بگم بگو چی کار کنم و او بگه و من بدون اینکه که بفهمم بشناسم بخوام پیروی بکنم این اصلا در دین چنین چیزی وجود نداره ولی سوال کردن پرسیدن و قانع شدن خیلی هم خوبه واجب هم هست بنابراین علمای دین اگر مطالعه کردن و چیزی میدونن وظیفه مردم هست از اونا بپرسن وظیفه اونا هم هست اگر علمی دارن بگن به مردم مردم اگه قانع شدن این کارو میرن میکنن ضرورتی هم نداره که یه شخصی مادام العم خودش وابسته به یه نفر بدونه هرکی کی چی گفت مثل بقیه رشته های علمی مثل بقیه زندگی من تو جامعه هر روز از هر کسی میتونیم بپرسیم دیگه لازم نیست که آدم سپرده یه نفر باشه بر حسب نوع سوالی که براش پیش میاد به شخصی که در اون موضوع تخصص داره مراجعه میکنه برای اینکه بفهمه قانع بشه بر حال ما خودمون مسئولیت خودمون داریم تقلید هم تقصیر مقلد هاست و هم مقلد ها یعنی کسانی که دوست دارن حتما کسی بر اونها امر و نهی بکنه و کسانی که دوست دارن حتما امر و نهی بکنن به یه دی ارضا میشن خوششون میاد مهم یه فرهنگه مادامی که این فرهنگ از هر سپردگی هست همین آشو و همین کاسه هست بله تقاضا باشه و مسئله بسید. حل نمیشه خیلی متشکرم آقای بازگان آن. آن. از وقت شما و تشکر میکنیم از همه شما که ساعتی با ما بودید و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم خدا نگهدار شما خدا حافظ و نگهدار